بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس ما برنامه مایکروسافت ورد است. خب پیش از اینکه طریق باز کردن مایکروسافت ورد بر شما تدریس کنیم، میم اول سری تعریف از او برتان کار میکنیم که مایکروسافت ورد چیست و به خاطر چی استفاده میشه. خب ما میم در رن نوشته میکنیم وین ورد و تعریف از او برتان تایپ میکنیم. What is MS Word and what for we use؟ MS Word چیز و بخاطر چی استفاده می شود. MS Word is the production of Microsoft in use for documentation, composing, letter, newspaper and office working. MS Word is the consist of title bar, quick access toolbar, caption button, ribbon, menu bar, document, ruler, scroll bar و status bar etc. خب تعریف زیرا گوش بگیرین. What is MS Word and what for we use؟ امی برنامه مایکروسافت ورد چیست و بخاطر چی استفاده می شود. گفته که MS Word is the production of Microsoft. MS Word کس یکی از پروگرام های مربوط به کمپانی مایکروسافت است، یعنی توسط کمپانی مایکروسافت تولید می شود. پروگرام یوز استفاده می شود فور داکومنتیشن به خاطر صفحه نویسی، کمپوزینگ کتاب جور کردن یا کتاب نوشته کردن، لیتر خط نوشته کردن، نیوزپیپر به خاطر اخبار مجلات، این آفیس ورکینگ و به خاطر کارهای دفتری استفاده می شود. ای بود تعریف MS Word. از او به بعد نوشته کرده که MS Word is the consist of، میگه برنامه مایکروسافت ورد مشتمل است بر چی مشتمل است؟ تایتل بار، اینو جای بالا رو تایتل بار میگه. کویک اکسس تول بار، اینو جای بنام کویک اکسس تول بار میگه که بعضی وقت دمو بالا میباشه، دمو بالا کویک اکسس تول بار. و کپشن بتن، اینو میسه بتن بنام کپشن بتن یاد میکنه. رایبون، اینو هر مینو رو که شما باز میکنین اما اعضای پایینی کسی را بنامی رایبون یاد بکنی، نمی جای بنامی رایبون یاد میکنم. مینو بار خواهی میره میفهمین که فایل، هوم، انزرت یا کل از رو بنامی مینو بار یاد میکنم. داکومنت، امی خود صفحه که ما نوشتم میکنم میره بنامی داکومنت یاد میکنم. رولر خطکش، میگم یک خطکش عمودی است یک افقی است، کی را ورتیکال رولر ایرا هورایزنتال رولر میگه. دیگه سکرول بار، این میره سکرول بار میگه که صفحه را بالا و پایین میاره. این میره بنامی ورتیکال سکرول بار، عمودی سکرول بار یاد میکنه، این بنامی افقی یا هورایزنتال یاد میکنه. دیگه استیتس بار که است، این می جای پایین، این میره بنامی استیتس بار یاد میکنه. هر چی در صفحه که ما باشیم، چه قلم که نوشته کرده باشیم، دیگه برای ما معلومات میده، چند لغت که نوشته کرده باشیم مکمل معلومات میده. خب حالا ما میایم این فایل خود ثبت میکنیم، در صفحه رفتم تعریف ورد چی کردم ثبت کردم. این بود تعریف ورد. حالا میایم سری طریقی باز کردن. خب طریقی باز کردن بسیار زیاد طریقه وجود داره، اما طریقایی که بسیار مهم است ما براتون کار میکنم 6-8 طریقه است. سلکو اول طریقه شی قسم است که میاد استور، بعد از او آل پروگرام و بعد از او مایکروسافت آفیس. دا مایکروسافت آفیس مایکروسافت ورد 2010 چی میکنین کلیک میکنین. دیگه طریق دا استارت میای دا استارت مینو دا بالا سلکو نوشته شده مایکروسافت ورد 2010 کلیک کو باز میشود. دیگه طریق دا استارت که اومدی بعد از او دران یا دا سرچ نوشته میکنی که وین ورد، ایتونی که ام اس ورد نوشته کنین. کامپیوتر که از برنامه مایکروسافت ورد به نام وین ورد میشناسه، بعد از او که ایره نوشته کنین انتر کلیک کنین، بعد ما چیشو آجل باز میشه، وین ورد باز میشه. یا دران دا سرچ که اومدی نوشته کو بگو سی ام دی، بعد از او انتر کلیک کو یک صفحه سیاه باز میشه. دایش نوشته کو بگو استارت، باز کو بریم اسپیس چی را باز کنم برد؟ وین ورد را برای ما باز کو، بعد از او انتر کلیک کو آجل برنامه مایکروسافت ورد چی میشه؟ باز میشه برای ما. ای دیگه طریقش بود. دیگه دا استارت که اومدی آل پروگرام، آر پروگرامی که خواسته باشی برو امور را باز کو، رایت کلیک کو سر از او پروپرتیز برو،
دا پراپرٹیز کی رفتی سیل کو دی جی ایک آپشن است به نام شارٹ کٹ. ای شارٹ کٹ چی کار میکنه؟ هر وقت که تو خواسته باشی برازی یک شارٹ کٹ بتی میتونی، مثلا من یه شارٹ کٹ میتونم آل کنترل دی اپلای کلیکو اوکی. هر وقت که تو برنامه مایکروسافت ورد کار داشتی ضرورت برازی نیست که تو در استارت میای آل پروگرام بعد از او مایکروسافت آفیس سورا میپالی، فقط از کیبورد آل کنترل دی را فشار پرس کو چی میشه برنامه مایکروسافت ورد باز میشه. این دیگه طریق بسیار مهم طریق بود. دیگه من رایت کلیک کنم نیو، از طریق ازی طریق هم میتونم از طریق نیو مایکروسافت ورد داکومنت کلیک کو دبل کلیک کو اجل چی میشه برای ما باز میشه. دیگه طریقش چه قسم میتونم از طریق شارت کات هم باز کنیم. رایت کلیک کو نیو برو، بعد از اون مایکرو شارت کات انتخاب کو، براوز برو، بعد از اون مای کامپیوتر دبل کلیک کو، درایو سی رو دبل کلیک کو، د مؤخر سل کو نشتا کدا مایکروسافت پروگرام فایل، بعد از اون مایکروسافت آفیس انتخاب میکنی، این مایکروسافت آفیس، بعد از اون پوینت می آفیس 14 را انتخاب میکنی و بعد از کلی پروگرام های آفیس که هسته در ایجا غلطی دگیز کدام پروگرام کار داریم؟ ما وینورد هم وینورد در مخیر پروگرام ها سل کو دبل این وینورد کلیک کو، بعد از اوکی نیکست و فینش این آمد کار داشتی دبل کلیک کو استفاده کو ازی. دیگه از این طریق هم میتونم که من تاسک بار رایت کلیک کنم، تول بار برم، ادرس بار انتخاب کنم، حالا هر پروگرامی که کار داشته باشی نام زور نوشته کنم. مثلا من وینورد کار داریم، فقط انتر کلیک و چی میشه برای ما برنامه مایکروسافت ورد برای ما باز میکنم. خوبی بود طریقی باز کردن آلی میم سری مینو شروع میکنم. بخیر اول مینوی که ما کار میکنیم مینوی فایل است برای ما. در مینوی فایل خوب پیش از اینکه مینوی فایل برد باز کنیم ایجا برای ما یک فرمول است مساوی آرندی شیفت نو را کلیک میکنی و صفر را کلیک میکنی، یعنی قوس شروع و قوس بسته میه. وقتی که شما انتر کنین در اینجا سیف پاراگراف تکس است که فرمول از طرف کمپانی مایکروسافت ساخته شد، در هر کامپیوتر که شما خواسته باشین این چیز اپلای میشه. سیف پاراگراف خط برای ما میاره. میتونید در موقعات شما پاراگراف که وقتی که مساوی آرندی نوشته کنین چندین دفعه بخواسته باشید میگیم یک پاراگراف زیرو بیار بریم، اگر دو نوشته کنید دو پاراگراف زیرو میره، اگر صد نوشته کنید صد پاراگراف زیرو میره. فکر کنی نمی خط نوشته کنید میخوایی را ثبت کنی، بیا در فایل، در فایل که آمده بگو برادری را من ثبت میکنم. دا کدام جای ثبت میکنی؟ دا دسکتاپ ثبت میکنم، دا مای داکومنت ثبت میکنم. نرمال وقتی که تو جای انتخاب نمیکنی خود به خود دا مای داکومنت ثبت میشه. این چیز یا اتاقهای کامپیوتر است. اگر میخوای دا درایو دوی سی ای دا کدام جای مختلف ثبت میکنم، من مثلا دا دسکتاپ ثبت میکنم. بعد از اون نام برش انتخاب میکنم، به نام کی میگم؟ به نام وان ثبت میکنم. فقط بگو سیف آل اینا بسته کو مایکروسافت ورد سر کو دا دسکتاپ یک فایل است به نام وان. هر وقت کار داشتی دبل کلیک کو باز میکنی باز کو باز میشود. ای بود یک وظیفه فایل. دیگه ما پاسی را بسته کردم کنترل ان صفحه نو گرفتم. دیگه چیزی را نوشته کردم میخواستم میره صف کنم، میام دا فایل، دا فایل که آمدم میگم سیف صف میکنم. دا کدام جا صف میکنی؟ دا مو دسکتاپ صف میکنم به نام چی؟ به نام جمیل صف میکنم. مگم این دفعه رمز پاسورد میتم، بیا دا تولز، دا تولز که آمده بگو جنرال آپشن، دا جنرال آپشن که آمده پاسورد دلخواه خود بتی برش. مثلا من میگم اسد پاسورد دادم برش، پایین باز نوشته میکنم اسد، فقط اوکی کلیک کو، بعد از او 4 دفعه پاسورد طلب میکنه، بعد از اون پاسورد بتی اوکی، بعد از اون پاسورد بتی اوکی و بعد از اون سیف کلیک کو. آلی را بسته کو. وقتی که شما برنامه مایکروسافت ام فایلی که تو د جمیل به نام جمیل د دسکتاپ صف کردی دبل کلیک کو که باز میکنی، از پیش رمز پاسورد طلب میکنه، پاسورد بتی برش، بعد از اوکی اون وقتی که پاسورد دادی باز میشه، اگر ندادی هیچ امکان نداره که فایل ما باز شود. دیگه وظیفه نیو سیف چیز یک چیز را نوشته کردی میخواستی را ثبت کنی، بیا دا فایل ما ثبت میکنم، دا کدام جا ثبت میکنی؟ در روی دسکتاپ. او جا اگر تو میخوای کدام فولدر جور میکنی، بیا جا کلک کو بگو فولدر جور میکنم. بنامه کی جور میکنی؟ مای دیتا، بنامه اینمی نام جور میکنم. خوب ای را کلک کو بگو اوپن، ای را باز کو و فایل ثبت کو بنامه خان ثبت کو. دو جا کلک کو، ای جا که کلیک کرده بگو بنامه خان ثبت میکنم، ثبت کلیک و سل کو ایرا بسته کو در دسکتاپ یک فولدر آمده به منم مای دیتا. وقتی که رو شما دبل کلیک کنین باز کنین داخل از او فایل است بنامه خان. آلی تو میخواستی اینمی فایل چی کنی؟ هایت کنی، از روی صفحه گم کنی. رایت کلیک کو برو پراپرتیز بگیر چی کو هایت، اپلای انتخاب کو، اوکی، بعد از اوکی اونو فولدر چی شد؟ آلی آستا. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر میخوای بیخی گم شو، بیا در کنترل پنل آپشن های زیر کسی تغییر داده، در فولدر آپشن بیا. وقتی که فولدر آپشن انتخاب کردی برو در ویو بگو دو نات شو هاید اند فایل، اپلای، بعد از اوکی آلی نون فولدر چوش گم شد. اگر خودت کار داشتی پس بیا در کدام جای در استارت برو کنترل پنل، بعد از او فولدر آپشن در ویو که رفتی بگو شو امور پس نشان بده، اپلای کلیک کو، اوکی. یک طریق
این ایجا آمده. پس ایده ما دلیت میکنم. دیگه طریقه گوش بگیرین، آمدم یک فایل جور کردم ایجا، ایر نوشته کردم، میخواستم صاف کنم، در کدام جای در فایل بیا، در سیف، در روی دیستاپ صاف میکنم، اوجا یک فولدر جور میکنم، بنام اسد، او را اوپن میکنم، فایل خود نام میتم ای، ایر صاف کردم. آلی ای فولدر خوار کس میبینه، میخواست ایر کسی استفاده کرده نتانه، از روی صفحه، در روی صفحه باشه کسی نبینه، بینام جور میکنی، ایر رایت کلک کو، رینیم انتخاب کو، بعد از او از کیبورد آلت میگیری، آلت، کنترول نه، آلت میگیری و نوشته میکنی که 0160، بعد از او بدنکار اعلامتی یک انتر کلک میکنی، این فولدر چی میشه؟ بینام جور میشه. آلو میخواستی بیخی چی نشه، عکسش هم معلوم نشه، سرینمی فولدر رایت کلک کو، برو پراپرتیز و در کستومایز برو، بعد از او چینج آیکن انتخاب کو، بگو در موبین کلک کو، یک آیکن خالی اوکی اپلای و بعد از او اوکی، این فولدر سل کو چی شد؟ ای تو جور شده که کسی او را دیده نمیتونه. خودت کار داشت این نمیجوه ای تو سلوکو این فولدر است. دبل کلیک کو برای ما باز میشه اونم فایل داخل از او استفاده کن. یکی طریق بود، دیگه طریق هم وجود داره. رایت کلیک کو، برو نیو، در نیو که رفتی بعد از او فولدر که انتخاب کردی آلت میگیری 255 نوشته میکنی، بعد از او اعلام میکنی بتنکار یک انتر کلیک میکنی، این باز بینام جور شد. در این صورت باز رایت کلیک میکنی، میری پراپرتیز، در کستومایز میری، چینج آیکن، در موبین کلیک و یک آیکنه که خالی رو بگی اوکی اپلای، بعد از اوکی اپلای کلیک و سل کو، ریفرش کلیک و فولدر مولدر نیسته، خودت کار داشتی سلیک کو مجای آستا، دبل کلیک کو، باز میشه یا دلیت میکنم پس میره. خوب ای بود وظایفی سیف، یعنی سیف یک فایل ما را با یک نام در یک جای ثبت میکنه. آلی میم سیو هست، سیو هست چی کار میکنه؟ سیف کی هسته؟ یک فایل ما را به یک نام در یک جای مشخص صرف میکنه. سیو است که است بسیار وظایف اجرا میکنه، خو از جمله ازی که است چهار تا بسیار مهم است. یک وظیفه سینمی است که یک فایل ما را به چندین نام صرف میکنه. دوم وظیفه سینمی است که یک فایل ما را در چندین جای صرف میکنه. سوم وظیفه سینمی است که یک فایل ما را به چندین فرمت صرف میکنه. چهارم وظیفه سینمی است که یک فایل ما را که او پاسورد داشته باشه بدون پاسورد هم میتونه صرف کنه. مثلا اول میایم یک چیز را مثلا صاف میکنم، صفحه خالی را صاف کردم به نام احمد، احمد صاف کردم، در کدام جای؟ در داکومنت صاف کردم. حالا میخواستی در جای دیگه صاف کنی، بیا در فایل بگو سیو است، اونمو فایل احمد این دفعه در دسکتاپ صاف میکنه در جای مختلف. باز میخواهی اونمو فایل احمد دمو دسکتاپ باشه با دیگه نام صاف میکنی، در دسکتاپ به نام احمد دو نوشته کو، فقط صف کلو کنسل کو، با دیگه نام صف کرد. میخواستی نمو فایل احمده با دیگه فرمت صف کنی، مثلا در دیستاپ صف میکنم، در کدام جای در دیستاپ صف میکنی؟ خو با چی شکل صف میکنی؟ بنام پلین تکس انتخاب کردم، با شکل نوت پاد صف بگو اینا اوکی. حالی در بسته کو برو جا بنام احمد یک فایل نوت پاد باز جور شده برای ما خالی، چرا در اوج هم چیزی نبود. دیگه وظیفه نوی سیل کو ما چیزی رو نوشته کردم ایجا، ای را ما یک صافت میکنم و پاسورد میتم، آمدم در فایل، در فایل گفتم صافت میکنم، در کدام جای؟ در دسکتاپ صافت میکنم و پاسورد میتم، بر چی؟ ای پاسورد دادم، نام دادم. بعد از در تولز میایم جنرال آپشن پاسورد میتم، مثلا اسد، بعد از او اسد اوکی کلیک کو، اسد، بعد از او چهار دفعه یک پاسورد تایپ میکنم برای صافت کردم. آلی اگر ما خواسته باشیم از این فایل ای پاسورد اسد از بین ببرم، اول اینا میرم باز میکنم، اوپن کردم ورده، رفتم در فایل، گفتم اوپن باز کو چیرا، امو فایل ای که در دسکتاپ است وره برای ما چیکو باز کو، اول رمز برش میتی، بعد از او اوکی. اول بیا در فایل که ما دی سیو است، بعد از بیا در کدام جای؟ در تولز و جنرال آپشن، اینا می پاسورد از بین ببر، دیگه شم چیکو از بین ببر، فقط اوکی کلیک کو، بگو صاف. حالی وقتی که ما اون نمو فایل باز میکنم بدون کدام پاسورد برای ما چه میشه؟ باز میشه. این بود وظیفه چی؟ سیو است. دیگه هم رای ما اوپن است، چیزایی که تو در کامپیوتر ثبت کرده باشی میخوای او را باز کنی فقط اوپن استفاده کرده میتونی. بیاد اوپن که آمدی چی را باز میکن؟ این همی فایل را باز میکن، بعد از فقط اوپن کلیک و چی میشه؟ آجل برای ما باز میشن. در اوپن یک چندین آپشن دیگه ما داریم، وقتی که در اوپن آمدی مثلا این همی فایل احمد هم باز میکنم، در اینجا در نویگیتر کلیک و چه قسم باز میکنی؟ یک اوپن است که عمومی باز میکنه، بعد میتونی هر چیزی
تغییرات هر چیز که بخواید داخل از قدم میتونی. یک رید اونلی است که تو صرف او را خوانده میتونی. در اون صورت اگر تو این آپشن کلیک کردی این فایل تا باز میشه، مگم دی تو تغییرات آورده نمیتونی. سلکو در بالا گفته احمد فایل که است رید اونلی است، تو صرف خوانده میتونی، دیده میتونی. اگر تغییرات یک کامر هم نوشته کردی، کامگگ یک نقطه گگ، حال اگر تو این را ثبت کنی قابل ثبت نیست. سلکو ثبت کلیک کن نمیشه ثبت. مرا میگه the file is read only، برادر این فایل که است read only است، در این تغییرات آوردن نمیتونی. این وظیفه چی بود؟ read only بود. دیگه با همین شکل ما یک چیز را نوشته کردم، میخواستم ثبت اوپن کنم. این اوسو کو درسی ما در اوپن است، ما در سیف رفتم، پس رفتم در اوپن. در اوپن که آمده بگو یک فایل ماست باز میکنیم، این همی فایل است. با چی شکل باز میکنیم؟ بگو برادر open as a copy، اصلی ازیرا باز نکو، کپی ازیرا برای ما باز کو. وقتی که تو ایرا کلیک کردی برو دا اوپن، یا کپی دیگه از مو فایل جور شسل کو. احمد نوشته کده و دا پایین نوشته کده کپی وان آف احمد. حالا اگر تو دا ای فایل چیز تغییرات آوردی دا اصلیش نمیره، دا کپیش میره. یک دیگه پس رفتم چی کدم دا اوپن آمدم، این فایل ما باز میکنم. با چی شکل باز میکنم؟ میگم با شکل اوپن این براوزر. براوزر میگه صفحه اینترنت. این فایل آلی غیر فعال است، بخاطر از اینکه این فایل فعال شوه، این کماند فعال شوه. پس چی میکنم؟ ما آمدم اینجا چیزی رو نوشته کردم، این چیزی رو نوشته کردم، این باید ما ثبت کنم. دا چی؟ دا ثبت آمدم دا صفحه اینترنت یا وب پیجی رو ثبت کنم. این رو ثبت کنم به نام A1، دا صفحه اینترنت وب پیج ثبت کردم. آلی رو من بسته میکنم، پس کنترول دبلیو. وقتی که ما دا اوپن برم اونمو فایل اگر کلیک کنم ای دور ای یکا، پس اونمو اوپن این براوزر فایل شده. اگر تو میخوایی دا صفحه انترنت باز کنی کلیک کن و یس کلیک کن، آجلو چی میشه؟ اونمو فایل برای ما دا صفحه انترنت باز میشه. دیگه دا اوپن که سامرای ما نوشته کده که اوپن و ترانسفر. اوپن و ترانسفر چی کار میکنه؟ خوب سعی گوش بگیرین. ما این کار نمیکنه وقتی که تو یک فایل خود را مثلا نمی تکس است، این نمی را ثبت کنی. در فایل که آمده بگو ثبت میکنم، در کدام جا ثبت میکنی؟ در دسکتاپ ثبت میکنم، مگم به شکل XML Word XML document ثبت کلیک کو. حالا اگر ما اونمو فایل باز کنم، در اوپن رفتم، در فایل اوپن یا کنترل او، اونمو فایل چی شد؟ بنام چی بود؟ این نمیست. اگر ما این نمی را کلیک کنم اوپن و ترانسفر چی سل کو؟ در دسکتاپ بود، دسکتاپ اینمی فایل بود. چی شد؟ کدام فایل بود؟ فایل اینمی بود. اینمی رو کلیک کو، اینمی بود. فکر میکنم اوپن و ترانسفر چیز فایل میشه. من زود کلیک کردم به این شکل، چی میشه؟ کدام است؟ اینمی فایل است. بعد از بیاد ایجا اوپن و ترانسفر انتخاب کو. آلی میخوای یک فایل دیگه است معلومات یا پراپرتیز زوره دیجا ترانسفر کنی. مرا میگه کدام فایل است؟ ما در اینجا میم در مای داگ دیسکتاپ گفتم، در دیسکتاپ که است امرای ما چیز آل فایل انتخاب کو. بگو اینمی فایل است، اینمی فایل چیزی معلومات ازی که باشه در اینجا چی میشه برای ما؟ ترانسفر میشه. اوپن کلیک کو، اوکی. اونم معلومات ازی چی میشه برای ما؟ دو چیزی نبود، این قسم آمد. ما پس از سر میرم در اوپن، امو فایل کلیک کردم، گفتم میره برای ما چی کو؟ اوپن و ترانسفر. او خدایا، در فایل اوپن، اونم فایل کلیک کو، دیجا که آمده بگو اوپن و ترانسفر. معلومات دا مای داکومنت ما فایل دارم، آل فایل انتخاب کو. بگو اینمی فایل معلوماتش دیجا برای ما ترانسفر کو، فقط اوکی کلیک کو. بعد ازو چی میگه؟ cannot be open because there are a problem with the content. خود چیزی مشکل است داخل ازو، فقط اوکی که کلیک کردی اونمو چیزی معلومات که دا اوجا باشه، مثلا معلومات پراپرتیز کل ازو دایی چی میشه؟ ترانسفر دایی جرایی میشه. دیگه دا اوپن کس امرای ما چیستا؟ اینمی فایل مثلا ما داکومنت، ما یک فایل دارم اینمی را باز میکنم. با چی شکل باز میکنی؟ میگم open in protected view. protect میگه قلفه. میخواست اینمی فایل بعد باز کنه که دو تو ایچ تغییرات آورده نتونی، این ای قلف است، protect است. دا بالا سال کو میگه تو که کار میکنی فایل تو که است protect است، نوشته بکو امکان نداره. اگر بازم به هر صورت میخوای تغییرات بیاری بگو enable editing. editing چی شد؟ فایل شد، میتونی تغییرات بیاری. خوبی را پس بسته کردم کنترول دبلیو، باز در اوپن آمدم، ای فایل میخواستم باز کنم. این فایل با چی شکل؟ گفتم اوپن این ریپیر، این فایل برای ما باز کو. اگر چیز مشکل داشته باشه او را ریپیر کو برای ما. چیز مشکل نداشت برای ما چی کرد؟ تاریک باز کرد. و ای دیگه شکی است اوپن این پریویس ورژن، یعنی در ورژن قبلی را میخوایی را باز کنم. بعد شد پریویس ورژن، چون این فایل های پریویس ورژن ما دیگه نداریم، به خاطر ازی برای ما نو آیتم میچ تو یور سرچ، فقط اینو کنسل میکنم. این بود امرای ما چی؟ اوپن. دیگه کلوز است.
کدام داکومنت خالی یا کدام تکس میکس داخل از باش چیز را باز کرده باشه میخوای بسته کنی کلوز کلیک کسل کو ما رفتم اوپن اینمی را باز کردم میخواستی را چه کنی بسته کنی کلوز کلیک کو شارت کات کی نیو چیز کنترل ان خب کنترل ان صفحه نو میاره کنترل اس سافت میکنه اف 12 سیو از میکنه و به می شکل کنترل او اوپن میکنه یا کنترل اف 12 اوپن میکنه یا alt اف او اوپن میکنه برای ما صحیح است این شارت کات کی چی بود اوپن بود دیگه کلوز شارت کات کی چیز آره کنترل دبلیو کنترل دبلیو چی کار میکنه داکومنت یا فایل موجود داره من بسته میکنه این بود درس روز اولی مایکروسافت ورد دیگه درس ان شاء الله در روز گذشته بعد خوب به تفصیل ریکارد میکنم.